تاکنون بیش از 950 داوطلب در انتخابات ریاست جمهوری ایران ثبت نام کردند که از این میان فقط 18 چهره شاخص وجود دارد. بار دیگه حضور پرشمار داوطلبان کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری ایران باعث ابهامات بسیاری در ارتباط با ثبت نام داوطلبان واجد شرایط انتخابات ریاست جمهوری شده. در سالهای اخیر بارها از حضور افراد ناشناخته و بدون سابقه لازم و کافی برای سمت‌های کلان اجرایی انتقاد شده و ظاهر عجیب و وعده‌های نامتعارف این افراد مایه شرمساری یا زیر سوال بردن جایگاه ریاست جمهوری شمرده شده. به نظر شما هدف این افراد از ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری ایران چیست؟ برای خط بیاید و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید با شماره تلفن 202-260-71. همینطور میتونید تلفناتون رو از طریق چت زنده فیسبوک روی خط یا از طریق ایمیل برای ما بفرستید تا همکارانم با شما تماس بگیرم. همینطور میتونید از طریق اسکایپ، صوتی، تصویری و نوشتاری هم با ما همراه باشید. فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و کانال تلگرام روی خط رو هم فراموش نکنید. سلام، افشار سیگارچی هستم با برنامه روی خط از بخش فارسی صدای آمریکا درباره ثبت نام داوطلبان نامتعارف در انتخابات ریاست جمهوری ایران. با آغاز ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران شاهد هستیم چهره‌های گمنامی هم ثبت نام کردند، کسانی که ظاهراً هیچ ویژگی و مناسبتی ندارن و حتی اطمینان ندارن که صلاحیتشون تایید بشه. این ویدیو یکی از ده ها ویدئویی است که در روزهای گذشته از این افراد تهیه شده و در رسانه ها منتشر شده. اما هدف این افراد از ثبت نام در این انتخابات چیه؟ این بحث در این روزها اینقدر داغ بوده که حتی خود مقامات ایرانی هم به این مسئله واکنش نشون دادن. مثلا محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرمانده پیشین سپاه پاسداران در صفحه اینستاگرامی خودش نوشته که حضور عده‌ای روانپریش و مخابره فیلم و عکس از اونها انتقاد کرده و نوشته که این موضوع هم توهین به مردم و هم تمسخر مردم سالاری. حمید بعیدی‌نژاد مقام دیگری هستش که به این مسئله انتقاد کرده. ایشون در صفحه اینستاگرامشون نوشته عرصه ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری متاسفانه به عرصه مضحکه و خنده و طنزهای تلخ و ناراحت کننده‌ای تبدیل شده که فکر نمی‌کنم در جهان امروز کشور دیگری مثل ایران وجود داشته باشه که عرصه ثبت نام برای ریاست جمهوری به عنوان عالی‌ترین مسئولیت اجرایی کشور در آن حد تا این حد در واقع تنزل یافته باشه. عرصه ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری در هر کشوری عالی ترین صحنه معرفی سیاست مداران است که با علم و تجربه برای فراهم آوردن تضارب اندیشه ها و ارائه بهترین برنامه ها برای اداره بهتر یک کشور در یک نظام سیاسی برقرار میشه. در همه ارتباط گفتگویی هم داشتیم با عبدالکریم لاهیجی مهمان برنامه و از ایشون پرسیدیم، ایشون البته حقوقدان هستن، و ازشون پرسیدیم که آیا اساسا نیاز هست که فیلترهای جدیدی برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری کشور گرفته بشه، و همچنین ازشون پرسیدیم که در کشورهای دیگر چطور با این مسئله کنار اومدن. انتخابات هم چه در مورد مجلس قانونگذاری چه در مورد ریاست جمهور دو درجه از، یعنی اول باید شورای نگهبان که اعضای اونم میدونید شش روحانی هستن که توسط رهبر انتخاب میشن، اونها باید صلاحیت رئیس جمهور رو تایید کنن تا مردم بتونن به اون رأی بدن. بنابراین این شرایطی که در کشورهای دیگه هست، اون شرایط با توجه به دو درجه بودن انتخابات در ایران، بعقیده من یک امر به اصطلاح مقدماتی ضروری و لازم نیست. برای اینکه مثلا در فرانسه کسانی میتونن رئیس جمهور بشن که
500 نماینده مردم، نه نماینده فقط مثلا مجلس ملی یا سنا، مثلا شهرداری ها یا شوراهای استان ها شهرستان ها، 500 تن از اینها باید صلاحیت یک کاندیدای ریاست جمهوری رو تایید کنند. اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میگه که رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسیونی که واجد این شرایط باشن باشه. اول از همه اینکه ایرانی الاصل باشه، تابع ایران باشه و مدیر و مدبر باشه، همچنین دارای حسن سابقه و امانت و تقوا باشه و مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشه. البته همه این مفاهیم کلیات هستند و واحدی برای اندازه‌گیری اونها وجود نداره. برعکس انتخابات مجلس یا شورای اسلامی و حتی خبرگان رهبری که شروط مشخصی مثل حداقل سن، مدرک تحصیلی و غیره شرط لازم ثبت نامه. به همین دلیله که هر کسی میتونه در انتخابات ریاست جمهوری در ایران ثبت نام کنه. به عنوان مثال پدری که به همراه دختر 4 سالش به ساختمان وزارت کشور میاد تا دخترش رو برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنه، واقعا به دنبال چیه؟ نقش رسانه‌ها در این وسط چیه؟ چرا رسانه‌ها اینقدر به این افراد نامتعارف توجه می‌کنن در حالی که افراد مطرحی همچون قاسم شعله سعدی، سیاستمدار و نماینده سابق مجلس برای انتخابات ریاست جمهوری ایران ثبت نام کرد و به احتمال زیاد هم این بار هم طبق روال گذشته به خاطر انتقاداش از حکومت رد صلاحیت میشه توجه نمی‌کنن؟ آیا این رفتار رسانه‌ها به نوعی حمایت از لزوم نظارت مجلس خبرگان بر کاندیداست؟ در یک ساعت پیش رو از طریق راههایی که خدمتتون عرض کردم میتونید روی خط بیاید و نظراتتون رو با ما در میون بذارید. یکی دیگر راههای ارتباطی برنامه هم پیامگیر اتوماتیک ماست که شماره اون هست 202-382-7205 که میتونید از همین لحظه با این شماره تماس بگیرید. در به سراغ خط ها بریم. آقای بهمن از تهران روی خط هستید، بفرمایید. سلام و درود خدمت شما. سلام از بنده است، بفرمایید. ابتدا میخوام بگم که در کل ماهیت قضیه هیچ فرقی بین این افراد نیست، فقط و فقط سمتهایی نداشتن در این نظام و برای مردم ناشناسن، ولی از نظر شعور، فهم، سواد، دانش هیچ فرقی بین اینها با مسئولین شناخته شده کشوری نیست. کسایی که حالا در تین 38 سال رفتن پای صندوق رأی دادن فرق میکنه، مجلس، شورا، خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، روی حرفم با این کسایی هیچ فرقی نمیکنه. ما خواستیم که اینها مسئولین بر ما حکومت کنن. اگه وضع مملکت الان خرابه، اگه بیکاره، اگه زنان شهدا تنفروشی میکنن و هزار یک مشکلات دیگه ما داریم، این که ما از این مسئولین بی سواد و بی لیاقت خواستیم که بر ما حکومت کنن، این مسئولیت این کارمون رو بپذیریم ما ملت. متوجه این که ما اینا رو بندازیم گردن مسئولین، این اشتباهه، چرا که این مسئولین توانشون همینقدره، سوادشون همین اندازه، فهم و درکشون همین اندازه. آقای بهمن، نظر شما با توجه به این که به هر حال بحث انتخابات ریاست جمهوری مسئله است که چه در رسانه‌های داخلی چه در رسانه‌های خارجی خیلی مورد توجه قرار میگیره و خب فیلم هایی که در این روزها آمده احتمالاً دیده باشید، ارزیابی شما از این مسئله چیه؟ آیا این در واقع یک جوی جو رو خراب نمیکنه علیه مردم ایران به نوعی، با توجه به اینکه سایر رسانه‌های کشورهای دیگر هم این تصاویر رو میبینه؟ آیا نیاز نیست که شما فکر میکنید نیاز هست یا نیاز نیست که این در واقع ثبت نام رو کمی سخت‌تر یا آسان‌تر بکنن؟ خب جناب سیگارچی، من تو صحبت هم تقریبا به اینم جواب سوال شما هم جواب دادم. به وقتی که ما یک نماینده بی سواد و بی لیاقت رو میفرستیم مجلس، اینا قانون های تصویب میکنن که میشه حال روز ما این که هر کسی به خودش اجازه میده بیاد در صحنه، این چیزا بعد در قانون اساسی ما بساب دیده میشد. این روزا باید اون موقعی که قانون اساسی تصویب شد و به تایید رهبر رسید باید این روزا رو میدیدن. این صحبت من سر همینه که ما داریم چوب یک سری بساب مسئولین و رهبر بی لیاقت و بی کفایت رو میخورید. اینم از خودمونه، اینم سر خودمونه. الان اگر اجازه بدید آقای سیگارچی کوتاه اگر لطف کنید همین
نامزدهای به حساب که اومدن معرفی کردن، ببینیم واقعا آقای احمدی‌نژاد چی داشته 8 سال برای آقای بهمن. مرسی که روی خط اومدید. ما در مورد موضوعات دیگه در طول هفته برنامه داشتیم، دوشنبه در مورد انتخابات و در واقع نیازهایی که مردم و پرسشهایی که مردم دارن برنامه گذاشتیم. روز دیروز هم در مورد حضور آقای احمدی‌نژاد هم برنامه داشتیم. برنامه امروز اختصاصا در واقع اختصاص داره به مسئله افراد نامتعارفی که در این انتخابات شرکت میکنه. حتما در هفته‌های آینده هم با توجه به افرادی که در این افراد شاخصی که در این انتخابات ثبت نام کردن، حتما برنامه مرتبط با اونها هم خواهیم داشت. خوشحال میشم اگر این نظرات رو در اون برنامه بگید. ممنون میشم از شما. با برنامه روی خط همراه هستید و همراه ما باشید. VOA فارسی، اینستاگرام صدای آمریکا. پیش از اینکه به سراغ سایر خطا بریم، نگاهی داشته باشیم به نظرات کاربران در اینستاگرام صدای آمریکا. کاربری نوشته که به نظر من این کاندیدا مامورن، میان ثبت نام میکنن که نظارت استصوابی رو موجه نشون بدن. کاربر دیگری به نام صمد نوشته حاکمیت میخواد با ثبت نام افراد غیر موجه وجود شورای نگهبان رو ضروری جلوه بده و برای رد صلاحیت‌های گسترده هم و رد صلاحیت‌های گسترده‌ای که انجام میده دلیل مدرک رو برای مردم این گونه بیان کنه. کاربر دیگری به نام کامی هم نوشته که به نظر من هم شأن و مقام ریاست جمهوری یک کشور از طرف کسانی که مسئول برگزاری هستند جدی نگرفته شده، همین که برای آینده این مملکت برنامه‌ای ندارن. خلاصه اینکه خانه از پایبس ویران و شوی نمایش خنده‌داری به وجود آوردن و توهین بزرگی به شعور و شخصیت ایران و ایرانی کردن. کاربر دیگری در توییتر نوشته که قبلا پدر و مادرها در زمینه ثبت نام بچه‌ها در کلاس زبان و باله و رباتیک چشم هم چشمه می‌کردن، اما الان در ثبت نام بچه‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری. اما کاربر دیگری هم به نام کریمی برای ما نوشته که قانون انتخابات ریاست جمهوری حتما باید تغییراتی در اون انجام بشه و اینکه محدودیت‌هایی رو برای ثبت نام کنندگان به وجود بیارن. به عنوان مثال اینکه حداقل داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا داشتن حداقل 4 سال سابقه مدیریت کلان یا محدودیت سنی حداقل 45 سال و حداکثر 75 سال. این مسئله میتونه موجب این بشه که تعداد ثبت نام کنندگان تا حد زیادی کاهش پیدا کنه. اما همچنین از آقای لایجی، حقوقدان کارشناس برنامه، در همین زمینه هم پرسیدیم که آیا اگر بخوان فیلترهایی رو هم برای ثبت نام افراد بذارن، در نهایت در خروجی انتخابات ریاست جمهوری و فردی که انتخاب میشن تاثیر مطلوب و مثبت میتونه بذاره؟ اگر همچین پیش شرطهایی رو هم با یه قانون مثلا در ایران پیش بینی بکنن، با توجه به اینکه تصمیم نهایی با شورای نگهبانه، یعنی باز بر گواهی که چندین هزار تن از مردم یا تعدادی از منتخبان مردم درباره صلاحیت یک شخص دادن، میتونن 4 نفر روحانی در شورای نگهبان با توجه به اینکه رأی اکثریت اونها مناطق اعتباره، باز میتونن تمام اون در حال کارهای انجام شده رو کن لن یکن تلقی کنن و بگویند که این شخص صلاحیت داره یا صلاحیت نداره، هرچند که صلاحیت اون رو قبلا تعداد کثیری از مردم، از شهروندان یا همچنین گفتم مثلا چند صد تن از نمایندگان مردم در شوراهای شهر یا در حال مجلس قانونگذاری تایید کرده باشند. و ما یکی از مثلا ویژگی هایی که طی این سالها دیدیم این بودی که کسانی که در گذشته
نماینده مجلس شورای اسلامی بودن، مثلا در مجلس ششم، یا کسانی که در گذشته رئیس جمهور بودن. بعدن شورای نگهبان در وقتی دو مرتبه اینا کاندیدا شدن، کاندیداتوری اینها رو نپذیرفته. یعنی میخوام بگم که در جمهوری اسلامی طی 34-35 سال گذشته اتفاقهایی افتاده که در هیچ جای دنیا من به عنوان یک حقوقدان و متخصص در حال قانون اساسی سراغ ندارم. بله، خانم رویا از فرانسه روی خط هستید. درود بر شما، صدای منو میشنوید؟ بله خانم رویا، پیش از اینکه شروع کنید من میتونم ازتون یک سوالی بکنم، این که در فرانسه در زمان انتخابات اوضاع به چگونه است؟ آیا اونجا هر کسی میتونه بیاد ثبت نام کنه یا نه قوانین وجود داره؟ آیا اطلاعی در این ارتباط دارین؟ ببینید، به شکل حزبی دیگه، خب تقریبا یه نمونه از امریکا که احزاب میان فعالیت میکنن، اون کاندیدای خودشون رو معرفی میکنن و این یک زمان طولانی رو میبره که مردم بتونن آشنا بشن و وارد بشن به ایده این حزب و متوجه بشن که برنامه آینده این کاندیدا و از این حزب چی هست و سر فرصت، یعنی وقت دارن که بررسی بکنن و اون احزاب خودشون رو معرفی میکنن. این آش شله قلمکاری که الان من توی نمونه های فیلم دیدم که هر کی میاد، این یه نمونه کوچیکی از سیستمیه که حاکمه در ایران، یعنی اصلا نظاممند نیست، یه چیزیه که به هم ریخته است، بلبشویه که راه انداختن و این دقیقا نمونه کوچیکی از نظامیه که داره حاکمه و هیچ سیستماتیک نیست. خانم رویا یه سوال دیگه هم خدمتتون داشتم. آقای من نمیدونم، یکی از مواردی که فرمودین مدیر و مدبر باشه، کاندیدای مدیر و مدبر و حسن سابقه داشته باشه. الان این حالا مردمی که افراد معمولی هستند که اونا که شناختی نیست، ولی این دو نفری که آقای احمدی نژاد و آقای رئیسی، خب یکیشون که جز هیئت مرگ بوده، اون یکی هم که پول مملکت رو به آقای چاوز و شهرکسازی در کشورهای دیگه و هیچکی هم نیومده بهش بگه بالا چشت ابرو. خانم رویا فقط یکم داریم از موضوع برنامه منحرف میشیم. بله، چون در مورد خب آقای احمدی نژاد گذاشتیم. نفر مثلا آقای احمدی نژاد و آقای رئیسی مدیر و مدبر نیستن و این بحث دیگه یه که حتما در برنامه‌های آینده حتما به اون رسیدگی خواهد شد و خب ممنون میشیم که شما هم روی خط بیایید و نظرتون رو در این ارتباط با ما در میزه. فقط خیلی خواهش میکنم، مرسی از اینکه روی خط با ما همراه بودید. آقای صفا از بهبهان بفرمایید روی خط هستید. بله با درود. آقای سیگارچی، این مسئله به طنز یه مقدار شبیه وقتی بنده شنیدم که آقای ابراهیم رئیسی ثبت نام کرده، به یاد ظهیر الدوله افتادم که میرزادی عشقی شعری براش گفت، فکر کنم اون وقت تو کابینه مشروطه. آقای صفا من میتونم ازتون خواهش کنم که اختصاصا در مورد مردم عادی که به این در واقع عرصه پا گذاشتن صحبت کنیم، چون بحث های خواهش میکنم. حتما من این شعر بخونم که خیلی قشنگ سروده، ریش زهیر. بله ریش زهیر دولت زریش ریش دولت زریش ریش زهیر آبرو گرفت، کناس را دیار که کابینه بو گرفت. این از اون در آی سیگارچی در جریان مردم عادی چی بگم؟ خب من موضوعی نداره، خب گفتن هر کسی شرکت بکنه شرکت کرد. خب به نظر شما آیا این قانون ایراد داره نداره؟ آیا نیازه که این قانون رو تغییر بدن؟ عرض میکنم خدمت شما، اجازه بدید من یه موضوعی مطرح بکنم. فقط وقتمون خیلی محدوده چون خطا هم پر است، اگه کوتاه بگید ممنون میشه. حتما حتما. ببین در اسلام، در اصولا دین، من به پژوهشگر فلسفه هستم، اینا که صبح من میشنوند میدونن، دین اصولا یه دین به معنای عام عرض میکنم، نه فقط اسلام، هر دین، هر کسی که معتقد پیغمبری اومده و اینها، این خیلی با به اصطلاح عقل
نشون نمیدن، چون خودشون میگن کل ما حکم به شرع حکم به العقل، این در کتاب معالم آیون طلاب حضور دیگه میدونن. آقای صفا عذر میخوام با توجه به اینکه زمان محدوده، من باید از شما عذرخواهی کنم چون مسائلی هم که مطرح میکنی یه مقدار فاصله داره و خب با موضوع برنامه همخونی نداره. آقای سیاوش از تهران بفرمایید، روی خط هستید. درود بر شما، خسته نباشین. اگه اجازه بدین و صدای من قطع نکنین من دو دقیقه اجازه ندارم. خواهش میکنم بفرمایید. میفرمایید عزم به حضورتون، این آدم های غیر متعارف خندیدن به ریش مردم ایرانه و مردم ایران رو مسخره قرار دادن. همونطور که این آقای سعیدی امام جمعه قوم میاد بشینه میگه آقای خامنه‌ای وقتی به دنیا اومد گفت یا علی، همونطور آقای انصاری میاد میشینه میگه عرق خورا نمیدونم خانوم های بیهجا فلان اینا خوشسل، اینا همه مضحکه است که اگر واقعا انسان شعور داشته باشه این صحبت آقای خامنه‌ای کرد سال 76 جنگ بین خاتمی و ناطق بود، گفت برای ما فرق نمیکرد کدوم رئیس جمهور بشه، ما برامون مهم این بود که به دنیا بگیم 22 میلیون مثلا رأی آورد جمهوری اسلامی. اما من میخوام نظر آقای ترامپ رو جمع کنم به این قضیه و اونا که واقعا دلشون جسارتا آقای ترامپ واقعا تو موضوع برنامه ما نیست، حتما اگر برنامه با این موضوع گذاشتیم حتما الان نگید که چرا قطع کردین، چون اصلا خواهش هم کردم که در مورد موضوع برنامه اگر بشه صحبت کنید ازتون ممنون میشم. آقای امیر حسین رو داریم از طریق اسکایپ با ما هستش از تهران. آقای امیر حسین سلام بفرمایید. سلام و وقت بخیر به شما آقای سیگارچی و بینندگان عزیزتون. بفرمایید. حرف اول و آخر بنده شرکت نکردن توی انتخابات هست جناب سیگارچی، چون همش باندبازی و راندخاری و اختلاس و اینا هستش. هیچ چیز دیگه هم جز اینا نیست. حتما برنامه در اون میذاریم که آیا باید در انتخابات شرکت کرد نکرد. حتما در صدای آمریکا برنامه در این اختصاص هم در این مورد هم گذاشته خواهد شد. اما در مورد موضوع برنامه امروز چه نظری دارید؟ نظر بنده فقط همین هست جناب سیگارچی، چون غیر از این من چیزی که تو این کاندیدا انتخابات نمیبینم، نه تو این 4 سال، حتی 4 سال بعدی هم همین هستش. اوکی، خیلی ممنون از اینکه روی خط اومدید با ما همراه بودید. مرسی. آقای هدایت رو داریم از خوزستان، بفرمایید روی خط هستید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان. سلام جناب سیگارچی، من می‌خواستم قبل از اینکه جواب در واقع موضوع برنامه‌تون رو بدم یه اشاره‌ای داشته باشم به اصل 115. همونطور که خودتون هم اشاره کردید، به نظر من ایراد از این اصل انتخاباتیه. شما در واقع اگه به بندهای در واقع این اصل نگاه کنید میبینید که مثلا گفته ایرانیون اصل بودن، مؤمن بودن و غیره که همونطور خودتون هم اول برنامه گفتید دیگه من تکرار نمی کنم. خب اینا یه چیزایی هستن که حالا در واقع ما چون که کلمه رجل سیاسی اومده خانوما رو اگه بخوایم که خانم به خاطر این کلمه باید حذف کنیم، ولی آقایون خب به نظر من 90% این شرایط رو دارن و این خیلی کلیه و باید آقایون حالا این دوره که گذشت در دوره‌های بعدی روی این موضوع کار کنن و اینو اصلاح. آقای هدایت یه سوالی از خدمتتونم داشتم، این که یک پدر بچه 4 سالش رو در واقع دستش رو میگیره و میاره وزارت کشور که برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنه، چه چیزی در جامعه رخ داده، چه باوری به مردم، به برخی از مردم در واقع منتقل شده که چنین رفتاری صورت میگیره؟ آیا این اصلا درسته، اشتباه است، ایراد از قانون یا ایراد از مردم؟ این ارزیابی شما از این مسئله چیه؟ بله در رابطه با این موضوع من هر دو در واقع مسئله رو مقصر میدونم. شما ببینید وقتی که مثلا همین آقا که میاد دختر چند سالش رو میاره، اصلا بگذاریم، ما یه کسایی رو دیدیم که با یه شکل و شمایل دیگه اومده بودن که خنده‌دار بودن و غیر. به نظر من اینا بیشترشون واسه سرگرم شدن و به اصطلاح میان یا یه عدهشون میان واسه به سخره گرفتن و حتی شاید بشه گفت که حالا خستشون از این کار یه جور اعتراض باشه، اعتراض به حکومت مثلا. یعنی شاید این آقا حرفش این باشه که در واقع اگه یه بچه 4 ساله
به کرسی ریاست جمهوری بشینه، مثلا مثال میزنم. فقط یعنی خیلی کوتاه آقای هدایت به اگر لطف کنید ممنون میشم. خیلی کوتاه بله. جمع بندی کنید. یعنی منظور من اینه که خیلی ها شاید منظورشون این باشه که رئیس جمهور در ایران به اندازه یه بچه 4 ساله هم در واقع چیز نداره. از خودش که بخواد کار انجام بده قدرت نداره و از این جور مسائل و با خیلی ممنون. متشکرم آقای هدایت از خوزستان. ممنون از اینکه روی خط اومدید و با ما همراه بودید. به نیمه برنامه روی خط رسیدیم. در ادامه برنامه با ما همراه باشید. مجددا نگاهی کوتاه داشته باشیم به نظر کاربران در فضای مجازی. رسول در توییتی نوشته که وقتی تخصص در هیچ جای کشور اهمیت نداره، این بحران اجتماعی ثبت نام دور از ذهن نیست. سیاست هم بدتر از همه جا، همه متخصص این حوزه هستند. کاربر دیگری به نام ماجیکس در اینستاگرام روی خط نوشته که حاکمیت میخواهد نشان دهد آزادی موجود و هر کس میتواند در اون شرکت کنه. دوم این که نظارت حاکمیت شورای نگهبان لازمه تا این عتیقه فیلتر شوند، در حالی که تمام این نمایش مهندسی شده می باشد و حضرات در طول این سالها با تجربه تر هم شدند. آنچه مسلم است فقط مشارکت بالا است که باعث مشروعیت حاکمیت خواهد شد. خواست رهبر فرزانه و اصحابش می باشد که تاکنون موفق بودند. مؤلفه بد و بدتر جواب داده و حالا مؤلفه بدتر و فاجعه منظور شده که ماهیت کلی هیچ فرقی ندارد. اما به سراغ تلفن ها بریم. آقای فرهاد از مشهد بفرمایید، روی خط هستید. سلام خدمت شما. سلام از بنده. بفرمایید. عرض حضور شما که به نظر من اگر وزرایی که از اول انقلاب تا الان رو نگاه بکنیم، نمایندگان رو نگاه بکنیم، استانداران رو نگاه بکنیم، اینها فرض این که بیان در ریاست جمهوری شرکت بکنن، تعداد خیلی بالایی میشه. شاید بیشتر از 200 نفر بشه، خیلی بیشتر، یعنی شاید چند هزار نفر بشن. فرض بکنید اینها رو شورای نگهبان هم تایید بکنن، به نظر شما مردم به کی رأی بدن؟ میخوام بگم که این اشکال به وجود خواهد اومد. این دوستمون که زنگ زده که آقا نماینده مجلس رد میشه، اون رد میشه. خب این نگاه به این اشاره میکنه که وجود شورای نگهبان یه وجود خیلی خوبی است. اگه شورای نگهبان نبود، باید حداقل حالا اساتید دانشگاه و بقیه دوستانی که هموطنانی که اومدن شرکت کردن جدا چند هزار نفر فرض بگیریم فقط همینها رو تایید میکرد، چه اتفاقی میافتاد؟ سردرگمی. مرسی فراد. وجود شورای نگهبان برای تشخیص صلاحیت اینها واقعا لازم هست و به نظر من تا الان خوب عمل کرده و امیدواریم امسال هم خوب عمل بکنه و بتونه نماینده هایی که صلاحیت داره، حالا اگه آقای روحانی صلاحیت نداشتن، بعضی از دوستان رو صلاحیت نداشتن، کار اجرایی نداشتن و تایید کردن، این حالا نمیدونم، ولی واقعا باید خیلی دقتشون بیشتر از قبل بشه. ممنون آقای فرهاد که روی خط اومدید با ما بودید. خانم نسرین از تهران روی خط همراه ما هستید، بفرمایید. سلام عرض میکنم. سلام از بنده است. وقتتون بخیر. خانم نسرین، آقای فرهاد از مشهد معتقده که در مورد بله، آقای فرهاد از مشهد معتقده که این ثبت نام هایی که انجام میشه لزوم نظارت شورای نگهبان بر کاندیداها رو داره نشون میده و چقدر خوبه که شورای نگهبان نظارت رو برای کاندیدا و ثبت نام کنندگان داره. آیا با این نظر شما موافق هستین؟ نه، من موافق نیستم. من فقط عرض میکنم خدمتتون که در مورد کاندید شدن آقای احمدی نژاد و
کسانی که ایشون معرفی میکنن در اون مدت 8 سالی که ریاست جمهوری داشتن جز اینکه اختلاس و رشوه خاری و رشوه گری و کشت و کشتار بر ملت مظلوم ایران انجام شد هیچ کار دیگه ای انجام ندادن. 800 هزار میلیارد نفهمیدیم چی شد. ازتون عذرخواهی کنم چون موضوع برنامه ما در این ارتباط نیست و پوزش من رو بپذیرید. اگر در مورد موضوع برنامه نظری دارید که من در خدمتتون هستم، من میشنوم نظرتون، اگر نه که در یه برنامه دیگه انشالله صحبت. بله خیلی متشکرم، مرسی، ممنونم، شبتون بخیر. خیلی ممنون که روی خط اومدید. آقای اعظمی از خراسان بفرمایید، روی خط هستید. با درود به جناب عالی و مهمان برنامه‌تان آقای دکتر عبدالکریم لایجی و همچنین کلی به بینندگان. البته آقای اعظمی، آقای لایجی از طریق تلفنی گفتگویی که پیشتر ضبط شده بود رو ما پخش کردیم، ایشون به صورت لایو با ما همراه نیستن. به هر حال با وظیفه ما تقدیر تشکر از ایشونه. اگه اجازه بدیم بنده قبل از این که نظرم راجع به موضوع برنامه پاسخ دهم، اجازه بدیم یک موضوع بسیار بسیار آقای عزیزی، وقتمون خیلی محدوده و خطا پره، ممنون میشم اگر بشه کوتاه و در بدیم. من به نظر من شما اولا که نوبت رعایت نمیکنین و بعدش هم روی نظرای مردم که در همین رابطه صحبت میکنین زیاد میان نمیذارین مردم صحبتشونو بکنن. اجازه بدین مردم صحبتشونو بکنن. خواهش میکنم بفرمایید در مورد موضوع برنامه اگر صحبتی باشه من حتما گوش میکنم و خواهش میکنم. موضوع برنامه ربطی به ریاست جمهوری، حالا هر موضوعی در هر رابطه انسان صحبت میکنه، شما اجازه بدید مردم صحبت شنو بکنن. واقعا شما رفتاری دارین که مردم رو از این برنامه یک مقدار دور میکنین به نظر من. بله بفرمایید. خب بفرمایید نظرتون رو بشنویم. جناب آقای سیگارچی، اگر این بار هم ملت ایران در این فضای سیاسی بسته با وجود این همه زندانی سیاسی دربند که برای دفاع از حقوق ملت سالیان سال در بدترین شرایط ممکن در زندان‌های نظام به سر می‌برند، گول و ترفند سیاست‌های تکراری نظام ولایت فقیه را بخورند و با توجه به اینکه همه ملت می‌دانند که از اول انقلاب تا کنون رئیس جمهور با وجود رهبری هیچ گونه قدرتی ندارد که بماند، بلکه حتی بدون اذن رهبری و خواسته ایشان قادر به انجام هیچ کاری نیم باشد، برای انتخابات ریاست جمهوری پیش رو پای صندوق رای بیاین، نه تنها در حق خود و خانواده بلکه در حق نسل‌های آینده و دیگر اقشار جامعه که در رای گیری شرکت نکنند، بخصوص زندانیان. خیلی ممنون آقای خراسان. آقای اعظمی از خراسان متشکرم. من یک دقیقه و 30 ثانیه وقت شما رو گوش دادم با اینکه در مورد موضوع برنامه نبود، که شما هم ناراضی نباشید. آقای ناصری از هلند بفرمایید، روی خط هستید. با وقت بخیر خدمت شما و همینطور تیم صدای آمریکا. خواهش میکنم بفرمایید. من ابتدا ازتون اجازه میخوام در مورد اون آقایی که گفتن شورای نگهبان بودنش خوبه، فقط یک نظر کوتاهی در این مورد بگم. نه عزیز من، اگر در اون مملکت احزاب آزاد وجود داشته باشن با برنامه‌های تدوین شده و مشخص شده و رئیس اون احزاب فعالیت‌های سیاسیشون مشخص باشه، اصلا احتیاجی به شورای نگهبان نیست. ما اینجا در اروپا شورای نگهبان داریم. احزاب هست، کسانی هستن که در احزاب چندین سال فعالیت میکنن، از سمت‌های پایین در احزاب شروع میکنن، وارد مجلس میشن، به سمت‌های بالای احزاب حزب میرسن و در اونجا خودشون رو به مردم میشناسونن با نظرها و ایده ها و برنامه‌های تدوین شده‌ای که دارن. متأسفانه در جمهوری ولایت فقیه با این قانون گاوشیر پلنگش هیچ چیزش حساب و کتاب نداره و از اونجایی که نشون داده تو این چند سال که این انتخابات جز یک به تمسخر گرفتن این ملت با آرزوهای هزار چندانش چیز دیگه ای نیست. این میدونید چه شباهتی داره جناب سیگارشی؟ شما در امریکا دارید، ما هم در اروپا. یه چیزی هست به نام برنامه، فرض بگید شما در امریکا دارید امریکا گت تالنت، هر کی رسید میاد ثبت نام میکنه، میره اونجا میشینه و جلوی اون جوری میشینه، یه کاری رو انجام میده که بقیه نمیتونن. بعد میگه خب این خوبه، این میتونه، تالنت داره در یه موردی. الان این انتخابات جمهوری، رئیس جمهوری هم همین شده. شورای نگهبان اونجا نشسته، اینا میرن هی ثبت نام میکنن، آقا تالنت تو چیه؟ الان شما میفرمایین که باید یه قانون بذارن که مثلا طرف 4 سال مدیریت کلان داشته باشه. قربونش برم تمام مدیران کلان یا دزدن یا فساد اخلاقی، مرتکب فساد اخلاقی هستن یا مرتکب فساد مالی هستن. اصلا نظام از ریش و بنیاد خراب عزیز من، درست شدن تو کارش نیست و این انتخابات و کل این بازی، این بازیچه دسیسه
نظام رهبری است. یعنی در مملکت چیزی وجود داره. خواهش می‌کنم. ممنون. با توجه اینکه زمان محدوده، ممنون از لطفتون که اومدین روی خط و نظرتون رو با ما در میان گذاشتید. اما در همین ارتباط گفتگویی هم داشتیم با آقای مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس، پیرامون این مسئله که این گونه اصلا ثبت نام و حضور افراد نامتعارف چه پیامی رو به دنبال داره و این افراد اصلا به دنبال چی هستن؟ قابل توجهی از مردم اصلا به این نتیجه رسیدم که انتخابات جنبه نمایشیش خیلی برجسته تر از پیامدهای واقعی است. بیشتر یک ابزاری برای گویا مشروعیت بخشیدن به حاکمیت شده و از این نظر وقتی که میبینن که حتی جدیترین آدم ها و قدرترین آدم ها در چارچوب نظام فرد فقیه اصلا به اصطلاح نقشی نمیتونن ایفا بکنن و بیشتر به عنوان یک تدارکاتچی تلقی میشن، به نظر من این باعث شده که دست کم در بخشی از جامعه، اگر نگیم همه جامعه، جنبه مضحک و سیرکگونهی بگیره به خودش این انتخابات. اینکه در این انتخابات هر کسی که حتی نمیدونه سیاست با سه دندونه نوشته میشه یا سه نقطه، به خودش اجازه میده بیاد بره کاندید بشه در این حوزه، یعنی اینکه جدیت سیاست در انتخابات، در دوره انتخابات از بین رفته و به موضوع تفریح، تفنن، جوک، طنز و اصلا سیرک تبدیل شده. خب خیلی از مردم در این نمایش علاقمندن حضور پیدا کنن، بازیگران صحنه باشن، ولو اینکه کوچکترین شانسی هم نداشته باشن. فکر میکنم این مسئله نقشه بسیار بسیار برجسته‌ای داره در اینکه نوعی سیاست زدگی در جامعه و از ارج قرب افتادن سیاست حتی در کاندیداتوری برخی از آدم هایی که اصلا هیچ ربطی به سیاست ندارن هم خودشو داره باستاب. آقای تورج از کرج روی خط هستید، بفرمایید. سلام عرض میکنم. خسته نباشید. جناب سیاسی همکارتون خسته نباشید میگم. حضور شما عرض کنم که این برنامه که به حساب تدارک دیدم برای من یه بازی سیاسیه به نظر من، که میخوان مردم رو به این صورت به انتخابات به رأی گیری خودشون اضافه کنن، دوباره مردم رو به این صورت گول بزنن، از مردم به این صورت بزنن چی کنن که مردم بیان وارد انتخابات بشن برای رأی گیری. نظر من این بیشتر هم جمعی سیاسی که داره همینه. بلا آقای احمدی نژاد کسی بود که آقای رحمت گفتن نظرشون به نظر بنده نزدیکه. چطور شد دوباره این آقا اومد الان دوباره کاندید شد؟ این همش بازی سیاسیه اینا دارن انجام میدن. آقای روحانی نمیخواست کاندید بشه، امروز رفت این کارو انجام داد. این همش بازی سیاسیه به نظر من. میخوان مردم دوباره بکشن تو صحنه انتخابات. خیلی ممنون آقای تورج از کرج که همراه ما بودید. خانم ماهرو از تهران روی خط هستید، بفرمایید. سلام. سلام از بنده است، بفرمایید. شما بخیر. جناب موچی، ما خیلی کوتاه و مختصر خدمت شما عرضم که با بخشی از صحبت‌های نظریات آقای درویش پور اگر اشتباه نکنم جامعه شناس موافق هستم، به این معنی که در واقع معتقدم انتخابات علی‌رغم عزم و اراده‌ای که مردم برای مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی مملکت دارن، منتها شکل جدی خودش رو از دست داده متاسفانه. با این شعار و نمایش هایی که بعضن خیلی ها دارن اجرا میکنن، ثبت نام داوطلبان نامتعارف در واقع مصداق همین نظریه بنده است که آخه واقعا بحث کلانه، همچون در واقع ریاست جمهوری یا نمایندگی مجلس، اینا در واقع تخصصهای خاص خودش رو میطلبه. اینکه فلانی فامیل فلان کس هستش که از به قول اصطلاحاً از رجل مملکت هست، خب این که نمیشه یک سیاس روشی باشه که الان متاسفانه متداول شده در همه جای مملکت رخنه کرده.
خیلی ممنون خانم مهرو از تهران که روی خط اومدین و نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. یکی دیگر راه های ارتباطی برنامه پیامگیر اتوماتیک ماست 202-382-7205 که میتونید زنگ بزنید و برای ما پیام بگذارید. سری جدید فرارو دوشنبه تا پنج شنبه 12 ظهر به وقت واشنگتن، 8:30 شب به وقت ایران. فارسی اینستاگرام صدای آمریکا. این افراد با اطمینان به این که از طرف شورای نگهبان رد صلاحیت خواهند شد ولی کاندیدای ریاست جمهوری می شوند. من فکر می کنم دلیل اصلی نظر این تعداد کاندیدا فقط برای بیشتر کردن اسم و رسم خودشان است، تا با تبلیغات من کاندیدای ریاست جمهوری بودم بتوانند هم حوزه قدرت برای خودشان به وجود بیاورند و هم در دستگاه‌های دولتی کاری برای خودشان پیدا کنند. این انتخابات نیست که، یه مسخره بازی کمدی خنده داره که می‌بینی که چه کسایی دارن شرکت می‌کنن. یعنی واقعا جلوی کشورهای دیگه ما شرمنده ایم که یه همچی کسایی میتونن برن داوطلب بشن و همشون هم دستشون توی کاسه اصلاح طلب و نمیدونم اون یکی، نه همشون با هم یکی هن، همشون با هم دوستن، همشون با هم فقط مملکت رو میچافن و پدر مردم رو در بودن، هیچ چیز دیگری هم نیست. خودشون هم انتخاب میکنن کی به کی، فقط میخوام مردم بکشنم صندوقه. فقط خواهشی که از بینندگان عزیز دارم، بینندگان عزیزی که روی خط میان، اگر بشه در یک دقیقه نظرشون رو بدن با توجه به اینکه خطا پره، از شما ممنون میشم. آقای شهاب از شیراز بفرمایید، روی خط هستید. سلام بر شما و هموطنان عزیز. سلام. میخواستم در مورد این ثبت نام این دوستانی که خیلی موجب طنز و خوشی شدن و موجبات شادی رو فراهم کردن صحبت بکنم. تو این قضیه شما نباید انتخابات ریاست جمهوری ایران رو با فرانسه و امریکا مثلا مقایسه بکنید. ببین این ثبت نامای اخیر جدا اینکه یه طنزی باعث شد مثلا در کشور ایجاد بشه، خیلی از پیج ها فضای مجازی موجبات خنده رو به وجود بیاره، من کمتر کسی دیدم میگه وای بر ما که مثلا چه کسایی میخوان رئیس جمهور ما بشن. نه، این خیلی هاشون اومده بودن اینجا ادعا داشتن اصلا ما نمیخوایم رئیس جمهور بشیم، ما موجب خنده اومدیم، هر کی یه بهونه ای داشت. شهاب یه سوالی ازت دارم، سوال میخوام بکنم ازت، اگر بشه بهش پاسخ بدی ممنون میشم. اینکه نقش رسانه ها تو این وسط چه رسانه ها اینقدر در واقع زوم کردن روی این افراد با اینکه افراد دیگری هم در این وسط هستن که ثبت نام، که من اشاره کردم به نام آقای شعله سعدی که خب با حواشی روبرو بود که احتمالاً این دوره هم طبق روال گذشته به خاطر انتقاداش رد صلاحیت میشه، آیا این دستوری از سوی حکومت بوده به مثلا رسانه ها که بیاید روی این افراد زوم کنید، اینها رو برجسته‌تر نشون بدید تا در واقع توجیه بر عملکرد رد صلاحیت هایی که از سوی شورای نگهبان و یا نظارت های استثبابی باشه وجود در واقع رخ میده؟ چقدر با این مسئله موافقی؟ دوست عزیز، این اتفاقات که این دوره افتاده مال سالهای پیش هم هست. من کلیپ های سالهای پیش هم میبینم خندم میگیره. خب هیچ کی به بهونه این نگاه نمیکنه. من
الان یه دوستی تماس گرفتن این موضوع رو اشاره کردن به شما که اگه قرار باشه چند صد نفر شرکت بکنن ما به کی رأی بدیم. این اسمی که شما میارید، خب اگه قرار باشه این افراد توی ذهنهای آدم ها، هر کسی 10 نفر رو توی ذهنش داره، شما فرض بکنید 10 نفر تو ذهن شما، 10 نفر تو ذهن من، 10 نفر تو ذهن فلانی باشه، اینا قرار همه رو تایید بکنه. هر کسی رو رد بکنه یه کسی مثل شما میاد میگه که آقا اینا شورای نگهبان دارن ظلم میکنن، دارن فلان میکنن. من میخوام بگم تو این قسمت شما به نکته مثبتش نگاه بکنید، به اینکه نسبت به ریاست جمهوری امریکا و فرانسه این خوبی وجود داره که اونجا باید حتما جز اون چند حزب بود تا در انتخابات بتونی شرکت بکنی. این فضای باز ایران رو نشون میده که شما با اینکه در هیچ حزبی نیستی میتونی توی انتخابات شرکت بکنی و خیلی خوبه و این نشونه باز سیاسی در ایرانه. مرسی شهاب جان، ممنون که روی خط اومدی. حتما، البته این نکته رو باید به گفتهایی که گفتی اضافه کنم که در آمریکا شما به عنوان یک فرد مستقل هم میتونی در انتخابات شرکت کنی. اما به خط بعدی بریم. خانم مهین از تهران اگر اشتباه نکنم، بفرمایید روی خط هستید. سلام عرض میکنم آقای سیگارچی. سلام از من. امیدوارم که خسته نباشید، امیدوارم که شما آقازاده آقای سیگارچی باشید. شما ارادت دارم خدمتشون. نه نیستم آقازاده. من میخواستم ببینم، من از شما سوال کنم، چرا به نظرتون نامتعارفه؟ به نظر شما نیست؟ چرا؟ نه، چرا نامتعارفه؟ مگر اینها که اومدن شرکت کردن درکشون، فهمشون، شعورشون از یه نفر که نشسته بالای 90 سال تو شورای نگهبان تصمیم میگیره کمتره؟ آزمونی شده، اتفاقی افتاده، بررسی کردین دیدین نه اینها درک و شعورشون کمتره؟ نه والا، من فکر میکنم اون دختر 8 ساله، اون پسر 8 ساله، اون خیلی درک و شعورش بهتر از اون هست که نشستن برای یه ملتی تصمیم میگیرن. این نما، این اصلا خیمه شب بازیه در ایران. انتصاباتشون خیمه شب بازی، سرنخ هم به دست خودشونه و در نهایت هم اون کسی که باید از تو صندوق بیاد بیرون میاد. پسر من، آقای من، من متاسفم برای مملکتم که تمام کسا رفتن، حالا شما میخوای اون جاهل نمیدونم فلان نیا شرکت کنه، اون بچه نیا، خیلی ممنون خانم نیا، چرا نیا؟ خیلی ممنون که روی خط اومدین و نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. آقای منصور از طریق اسکایپ با ما هستید، بفرمایید. آقای منصور 1 دقیقه وقت داریم، اگر بشه صدای تلویزیونتون رو کم کنید و نظرتون رو در 1 دقیقه بفرمایید، ممنون میشم. سلام عرض میکنم خدمت شما. انتخابات به نظر من صرفا در ایران یه جنبه نمادین داره، یعنی هیچ گونه رئیس جمهور هیچ گونه مسئولیتی نداره. مثلا شما میبینید مردم میان مثلا رأی گیری میکنه. به نظر من رأی دادن اصلا به جمهوری اسلامی فقط و فقط خواسته یا ناخواسته جمهوری اسلامی رو تایید میکنه. باش، خیلی ممنون منصور، مرسی که روی خط اومده و نظرتو با ما در میان گذاشتی. یه سوال دیگه هم از آقای رئیسی، از آقای لاهیجی عضو میخوام حقوقدان، پرسیدین در ارتباط اینکه از اوایل انقلاب این بحث مطرح بود، توازن حاکمیت جمهوری و حاکمیت در واقع اسلامی که در تناقض با یکدیگر هستن، و اینکه اساسا نقش رئیس جمهور در حکومتی با چنین ساختاری چه چیزی هستش؟ خصوصیت انتخابات ریاست جمهوری در ایران بر همه معلومه، به خاطر اینکه ریاست جمهوری، اصلا جمهوری، حکومت ایران جمهوری نیست، یعنی همون نظریه آقای خمینی به عنوان حکومت اسلامی رو اومدن تبدیل کردن به جمهوری اسلامی. اگر نه، در نظام جمهوری نظامی است که رئیس جمهور رئیس قوه مجریه است، و خب حالا یا در مثل فرانسه یک نخست وزیر هم هست که اون در مقابل پارلمان مسئوله، یا اینکه مثل آمریکا فقط رئیس جمهور هست با هیئت وزراش و خب تمام اون اختیارات اجرایی رو هم داره. در جمهوری اسلامی میدونید که رئیس جمهور رئیس فقط وزرا، حتی همه وزرا هم نیست، به خاطر اینکه
تعدادی از وزرا رو شخص رهبر بعد انتخاب کنه، از جمله وزیر اطلاعات، وزیر دفاع، وزیر کشور. بنابراین یک وضعیت خاصی داره. مثلا مردم رئیس جمهور رو انتخاب میکنن، ولی رهبری که باید حکم به ریاست جمهوری او رو تنفیذ کنه، یعنی اینکه رأی مردم یه رأی کامل نیست، یه رأی ناقصه و مردم باید رهبر باید به او حکمش رو تنفیذ کنه. پیش از بینندگان از اینکه روی خط هستن، حسین، آرش، روزیتا، آران، شاهد، امیر، رحیمی و شهیاد عذرخواهی میکنم که وقت نرسید که در خدمت اونها هم باشیم، اما به رسم روال هر برنامه روی خط بخش مهمترین های فضای مجازی. ثبت نام ابراهیم رئیسی و حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری امروز از پرمخاطب های فضای مجازی بوده. کاربری با انتشار عکس آقای رئیسی نوشته به این چهره دقت کنید، چهره یک بازنده است، بازی خورده جریان قدرت برای حذف از گردونه رقابت برای رهبری. مهدی هم به نقل از روزنامه آفتاب یزد نوشته که روزنامه حامی دولت هم اعتراف کرد مهمترین رقیب روحانی کارنامه اوست. امیر نوشته که یکی دیگه از تغییرات ملموس دیگر در 4 سال دولت روحانی این بود که دکل‌های نفتی گم نشدند. کاربر دیگری هم در اشاره به حضور تنهای آقای روحانی در وزارت کشور برای ثبت نام نوشته که حتی برادرش هم همراه روحانی نیست. ظاهراً با این کار ایشون چه منظوری میخواد برسونه؟ مدیار هم نوشته که روحانی بعد از ثبت نام گفته که آمدم برای آزادی ایران. تا منظورش از آزادی چه باشد؟ کارنامه دولتش در زمینه حقوق بشر که قابل اعتنا نیست. بهمن هم نوشته که وقتی رئیسی با سابقه سالها معاونت قوه قضاییه و نقض حقوق شهروندی با شعار اجرای حقوق شهروندی میاد، یعنی روی حماقت مردم حساب ویژه‌ای باز کرده. شما هم چنانچه موضوعاتی رو مهم ارزیابی میکنید و علاقه مندید که برنامه‌ای در این ارتباط گذاشته بشه، میتونید از طریق پیامگیر برنامه به ما اطلاع بدید با شماره تلفن 202-382-7205. فردا هم موضوعات هفته آینده رو به شما اعلام خواهیم کرد. پس تا روز دوشنبه، شب و روزگارتون خوش. صدای آمریکاست.